تیزیدس اول از آخر شروع میکنه، یعنی از مجازاتی که پرومتوس متحمل شد. مجازاتش اینه که به صخره‌ای به زنجیر بسته بشه و هر روز عقاب جگرش که نامیراست، چون نامیراست وقتی هر روز میخوره دوباره این جگر در میاد و فرداش دوباره میاد این عقاب جگر رو میخوره. این عذاب همیشگی باید برای پرومتوس باشه. عقاب نماد خود زئوس هست. اینکه چرا جگر، یک تصور باستانی هست که محل احساسات و عواطف هست. به خاطر همین تو این تصور زئوسی اون جگر حس و درک و شعور پرومتئوس رو در میاره، دوباره در میاره، دوباره میاره. بعد میگه که تا اینکه هرکلس میاد عقاب رو از بین میبره و پرومتئوس رو نجات میده. اما این به خواست زئوس بود. این در واقع زئوس برای پسرش هرکلس امتیازی قائل میشه که بیاد پرومتئوس رو نجات بده. به هر صورت در اینجا بین خدایان و انسانها اختلاف میشه. بعضی مفسرین هم حتی اینو گفتن که در واقع این اولین جمع بین خدایان و انسانها در نگاه اسطوره هزیودوس است. پرومتئوس رو برای قضاوت تعیین که بین اونها قضاوت، این که بین خدایان و انسان‌ها اختلاف هست، این پایه رابطه انسان و خدا در فرهنگ اسطوره‌ای یونانی هست. خدایان و انسان‌ها یکی تابع دیگری نیست، بلکه یک نوع تقابل بین اونها هست و مبناشون بر اختلاف. این اسطوره تمثیل بارز از این تقابل است. پرومتئوس قراره که بین اونها قضاوت کنه. به جبران کاری قربانیگاه پرومتئوس به نفع انسان کرد، آتش رو زئوس از انسان دریافت. پرومتئوس میره آتش رو در ادامه داستان هزیودوس آتش رو میدوزه و برای انسان ها آورد. زئوس تا میبینه که آتش بین انسان ها هست میفهمه که دزدیده شده و انتقام میگیره. انتقامش چیه؟ به هفپاستو میگه که از کاک یک چیزی مثل زن شکل. زئوس به پرومتئوس میگه که آتش رو دزدیدی، فکر کردی که میتونی اندیشه من رو بفریبی، اما من به انسانها در ازای آتش قرض میدم، در مقابل آتش یک شری میدم که همه اونها قلبا خوشنود از اون خواهند شد، در حالی که تباهی را در آغوش میکشند. یک این شر رو با لذت در آغوش میکشند. هزیودوس میگه پرومتئوس به انسان کمک کرد، اما نمیگه چرا کمک، یعنی که میگه هوادار یا جانبداری کرد در تقسیم را بین خدایان و انسان ها، اما چرا دونه؟ اما آیسخولوس روشندتر اکیده بر عشق میذاره. پرومتئوس خدای عاشق انسان ها.